سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدید به این قسمت جدیدی که ما قراره بریم به سراغ یه آموزش جدید و خیلی کاربردی. قبل هر چیزی من یه توضیحی بدم. اونایی که دفعه اولتون دارین کانالو میبینین، که مرسی که اومدین، خیلی خوشحال شدم از دیدنتون و میتونید الان کانالو ساب کنید، زنگوله هم بزنید که بعداً ویدیوی چیزی میاد در جریانش قرار بگیرید. همونطوری که توی شروع هم متوجه شدین، قراره که امروز بابت کلاً استاتای مختلف داخل بازی حرف بزنیم و سوالای مهمش رو پیدا کنیم جواباش. قبلش صحبتی باهاتون دارم. ببینید، حتما دقت کردین من اومدم و سه تا قسمت از ولان گذاشتم. پارت اول که خب پیش درآمد بازی بود، خوشبختانه استقبالم کردین. قسمت دومم که برای لنده یک بود همینطور. من تصمیم داشتم همه ی لنده رو دونه دونه براتون برم، اینی که بارها و بارها یه سریاتون نه همتون گفته بودین واکترو بذار. یه نکته هم بهتون بگم، اینجا رو نشنوید، رد کنید، بعد بگی چرا ویدیو بعدی نیومد فلان. این مهمه ها، صحبت ها ما گوش بدین. اگه این ویدیو ها براتون مهمه گوش بدین، اگه هم نه که اصلا دیگه هر کاری دوست دارین بکنین. ببینید، من تو اون حالت استقبالی هم نشدید، ویدیو سوم خیلی بازدید نداشت و 10 از 10 هم بود. مثلا بنابراین من کلا کنسل کردم پروسه واکترو مجدد تو یوتیوب رفتن و اگه میخواهید واکترو رو ببینید که بیایید توی کانال تویچ، اونجا هایلایت شده، بچه‌ای که ساب میکنن که میبینن آرشیوا رو لایو هم هر موقع گذاشتم میتونید بیاین بدون ساب کردن، اینا به صورت لایو راحت میتونید کانال تویچ رو نگاه کنید. واکترو پس کنسل. نشستم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که یک چیز کاربردی بهتون یاد بدم که خیلی میتونه جلوتون بندازه و خیلی میتونه باعث بشه که بهتر بازی کنید و پیشرفت داشته باشید تو بازیتون. به همین دلیل ما 5 قسمت داریم تو بازی. هم اگه دقت بکنید توی قسمت استاتا ما 5 تا استات مختلف داریم. استات وودو داریم، فایر، ارث، متال و واتر. و این 5 تا رو من اگه بهتون یاد بدم که توی این قسمت قرار بریم سراغ واتر، بخش مورد علاقمه، خیلی کاربردی تر از بقیه است. حالا بهتون میگم چرا از نظرم چرا کاربردی تر از بقیه است. از نظرم اون 4 تا برای باس فایت ها به درد میخورن که حالا بس باس فایت مختلف ست کنید. البته پلی استایلتون هم میتونه روش ست بشه، توضیح هم میدم هر کدومو به موقع خودش. ولی امروز قراره بریم سراغ واتر و راجع به واتر حرف بزنیم. و اگر که ویدیو استقبال بشه، دیده بشه، قطعاً قسمت‌های بعدش هم میاد. یه چیزو بدونید، مثلا ممکنه بگید که خب الان چه جوری ویدیو دیده بشه. یه سری از بچه‌ها نمیدونم اد بلاکر می‌زنن. وقتی ویدیو اد بلاکر داشته باشه، تبلیغات نیاد، ویدیو کمتر ساجست میشه، کمتر دیده میشه. ویدیو رو می‌بینید، دوستتون، رفیقتون داره ولانگ بازی می‌کنه، براش بفرستید. ویدیو رو کامل ببینید. رد نکنید جایی رو. اینا بعد حتما لایک کنید ویدیو رو، کامنت بذارید. اینا باعث میشه ویدیو بیشتر ساجست بخوره. ویدیو بیشتر ساجست بخوره، بیشتر دیده میشه و انگیزه پیدا میکنم واسه قسمت‌های بعدی. وقتی یه ویدیوی آپلود میکنم، مثل واکترو که قبلا گذاشتم و دیده نمیشه، میگم خب پس اینو کامیونیتی نمیخواد. از طرف یه مشکل خیلی بزرگی هم که برخوردیم تو کانال توییچ، گفتم شاید خیلیاتون نمیدونید، اونایی که دارید ویدیو رو میبینید، متاسفانه به خاطر اعتصاباتی که انجام دادیم کانال خیلی از بچه ها دوچار مشکل شده. من با ساپورت یوتیوب حرف زدم، کانال من دده الان، یعنی رسما تعدادی از مخاطبام که اصلا دیگه لاگین نکردن به اکانت گوگلی که حالا ساب کردن منو، یه تعدادی زیادی اصلا کاتگوری گیم رو نمیبینن، احتمالاً به خاطر یه سری ویدیوهایی که با آریا، با آروین، با روزا، با خیلی از بچه‌ها گذاشتم و اصلا گیمی نبوده، به خاطر اونها اومدن و بعد چون کانتنت گیمی بوده ندیدن و همینجور ساجست خور کانال خراب شده و تعداد کمی کانتنت گیمو میبینن. حتما میدونید که من کلا از اول تابستون همین امسال کلا کانتنتو گیمی کردم و دیگه کانتنت غیر گیمی نداریم. ویدیو ماینکرافت هم یه کانال جدا گرفت، ویدیوهای غیر گیمی یه کانال جدا گرفت و گفتم اگه مثلا فرصتش پیش بیاد کانال شطرنج هم میزنم و کلا تمرکز رو گیم بود. ولی خب تأثیری نداشت. یه تعداد بسیار زیادی، مثلا 25000 تا سابی که من دارم، قشنگ 20000 تا سابسکرایبری دارم که یا علاقه به گیم ندارن یا اصلا لاگین نمیکنن. همه اینا رو بذارید در کنار اعتصابات چند ماهه که کلا ساجس خور کانالو خراب کرد. پس یه نکته رو در نظر بگیرید، من الان برای این که یه ذره انگیزم بگیرم کانال ددی که الان واقعا ازش ناامیدم بعد 4 سال و 540 تا ویدیو که قشنگ 470 80 تا ویدیو گیم داره، راستا باید یا یه کانال جدید بزنم که واقعا حوصله‌شو ندارم، یا رو همین کانال بشینم ویدیو درست کنم که باز انگیزه ای براش نیست. اگه همراهی کنید و برای همه ویدیوها این پروسه‌ای که گفتم، ویدیوها رو کامل ببینید، اد بلاکر نذارید، تبلیغات قشنگ بیاد،
و ساپورت بشه ویدیو که من انگیزه بگیرم ویو بخوره، به نسبت حداقل ویدیویی که اخیراً دارم میذارم حداقل 5 از 10 به بالا باشه هر ویدیویی که میذارم، حالا 1 از 10 که چه بهتر، طبیعتاً ادامه میدم. این مقدمه لازم بود، ببخشیدم پر حرفی کردم، اینو گفتم که بگم یه بار گفتم اگه مثلا استقبال از این ویدیو نشد ایرادی نداره، این ویدیو رو گذاشتم و قسمت‌های بعدشو دیگه نمیذارم چون مخاطبا نمیخواد. پس اینو در نظر بگیرید، شما اینکه دوست دارید این ویدیو رو دارین نگاه میکنید این مدلی میتونید ساپورت کنید. نظر فکرم استریمم. خب میریم سراغ بازی، کافیه تا اینجا بریم سراغ آموزش که خستم نشید. ببینید بچه ها، بذارید یه ذره سولز لایکی توضیح بدم. اگه دفعه اولتونه که دارید عناوین سولز لایک بازی میکنید، توصیه میکنم سراغ ولانگ نیاید. اگه بازی اولتونه برید الدن رینگ بازی کنید، برید اشن بازی کنید، اونا بازیهای ساده ترین برای فهمیدن و شروع. و یه ضرب به عنوان آدمی که سولز لایک بازی نکرده بیاین همچین بازی رو بازی کنید. بگذاریم که اصلا گیم پلی این بازی خیلی نزدیک به سکیرو و نیو، یعنی سکیرو و نیو رو قاطی کنید خیلی شبیهش میشه، ولی بازی سختیه. پس من فرض رو میذارم که شماها که دارید این ویدیو رو میبینید عناوین سولز لایک رو قبلا حداقل یه دونه رو تجربه کردید. خب ما 5 تا استاتی که اینجا داریم، اینو میگم اینطوری قشنگ تو ذهنتون باشه. ببینید وود یه پروسه‌ای که داره اینه که شما توش به صورت کلی یه سری خصوصیت ها داریم. مثلا توی وود لایتنینگ اتکتون اکتیوه، توی فایر فلیم آتیشتون اکتیوه، همینطور میایین پایین تا مثلا واتر که آیستون اکتیوه، که جدا جدا هر کدوم رو قراره یه ویدیو جدا بدم. این ویدیو راجع به واتره، ولی این مقدمه رو باید الان برای اولین بار بگم که بدونید کدوم ویدیو مثلا مورد علاقتون دنبال میکنید. اما راجع به وود بچه، وود تمرکزش خیلی زیاد روی بحث سلامتی شما تو بازیه. یعنی اگه شما تو کلاس وودتون شروع کنید روش کردن، جونتون زیاد میشه. یعنی من الان همین استاتامو عوض کنم رو وودم بکارم بالای 600 میشه جونم، ولی الان میبینید که مثلا 444 اچ پی ام من تو بازی. دفاعتون هم طبیعتاً بالاتر میره. پس آدمایی که دفعه اولشون نبوده، اینه گفتی دفعه اول نبوده و اینا، دفعه دوم سومه تازه دارید شروع میکنید اوایل بازید، رو کلاس وود رفتن سیفترتون میکنه، دیرتر میبینید، ولی خب باید بجنگید دیگه. خیلی استات زورداری نیست ولی خیلی قدرتی و جسمی زورتون زیاد که دمیج کم میخورید. فایر مثل قدرت میمونه، یعنی اگه مثلا وود روی ویگور شما توی سورز لایکا بگیم تمرکز داره جونو میده بالا، همه اینا جونو میدن بالاها، ووده بیشتر میده. فایر اینطوریه که تمرکز روی قدرته و اگر میخواید اتک پاورتون زیاد باشه، بازیکن اگریسیوی هستید، روی فایر سرمایه گذاری کنید. که البته بگم تک تک اینا نقطه ضعفای خودشونو دارن که تو هر قسمت راجع به نقطه ضعفاشون هم حرف میزنیم. بعد ارسه که یه جورایی به اندورنس ربط داره، به استامینا ربط داره، به استقامت شما ربط داره. مثلا بخواید لباسهای سنگین بپوشید، چه میدونم سلاح‌های سنگین بردارید اذیت میشید و اینها، با ارث میتونید بازی کنید. کما اینکه ارث یه سری قابلیت‌های دفاعی مخصوص به خودش هم داره جالبه. متال، اونایی که میج بازن، اونایی که ماجیک بازی میکردن تو عناوین سولز لایک، متال برای شماست. متال در واقع یه کلاسیه که به شما اجازه میده اسپل‌های بیشتری استفاده کنید. دیدید که اسپل‌ها تایمینگ دارن، میزان مصرف دارن. اگه ماجیک باز بودید متال کلاسیه که شما باید برید سراغش. و در نهایت کلاس مورد علاقه من که واتر باشه، کلاسیه که از نظر من بهترین کلاس برای روتین بازیه. یعنی شاید تو باس فایت ها شما مجبور شید برید سراغ یه سری کلاسای دیگه، ولی با واتر هزار تا کار میتونید انجام بدید و تمرکز واتر هم بیشتر رو مخفی کاریه و قدرت شما رو توی سورپرایز کردن انمی ها زیاد میکنه، اکسپلوریشن راحت میکنه براتون. و بگذاریم که خب حالا اگر انمی های جلوی آیس دمیج کلا مشکل داشته باشن، این کلاس زهرداری خواهد بود. اما من اینم در نظر میگیرم، اگه دفعه اولیتون ویدیو، بچه ها 3 تا ویدیو دیگه آپلود کردم که حتما ویدیوی قسمت دوم و سوم رو که رو صفحه‌ام تامنیلاشون رو میذارم میبینید، این دوتا رو و لینکشون هم حتما میذارم بالای صفحه به ترتیب، حالا میاد احتمالاً اینا رو هم ببینید، یه سری توضیحاتی که الان به بعد میدم و متوجه میشید. با این توضیحات میخوایم بریم سراغ بخش واتر، بنابراین با من همراه باشید. چه مقدمه طولانی، برو بریم. خب آقا میریم سراغ واتر. قبلش اینجایی که منم بچه‌ها هیدن ویلیج در طول مسیر بازی بهش میرسید، مثل فایلینگ شراینه توی سولز لایکا، مثل هاب بازیتونه. تو اکثر سولز لایکا یه هابی دارید، اونجا لول اپ انجام میدید، ساید میشن میگیرید و این قصه ها، و مثلا اون پایین اون کسی که وایساده بر آهنگریه و آپگریداتون و اینا رو انجام میدید و الی آخر. یه سری نکات خیلی مهم داره با
بازی اینجا که میرسید، یعنی تا قبل اینجا هر مدلی بازی کردید، برای خودتون بازی کردین، خیلی سخت نگیرید، به اینجا که میرسید بازی مهم میشه. ببینید یه خصوصیتی ما توی بازی داریم به اسم Battle Preparation، خب که وقتی میایید اینجا ما یه بخشی داریم به اسم Set Divine Beast که در واقع توی ویدیوی دوم به شما نشون دادم، ویدیوی سوم به شما نشون دادم، توی لند دو وقتی تموم میکنید شما یه دیواین بیستی میگیرید که همین دیواین بیستی که اینجا دیدید، کلین اگه اشتباه نکنم شما 5 تا دیواین بیست دارید تو بازی. نمیدونم دیواین بیست بیشتری میده یا نه، ولی فکر کنم همین 5 تا سال اگه بیشتر میده نمیدونم، هنوز من الان تازه رسیدم به باس فایت لوبو، 10 بارم جلوش مردم، استاپ کردیم توی استریم، قراره بعدن بریم سراغش و اولین بازیه که 10 بار من رو کشته و نتونستم شکستش بدم. باس اول بازی هم 8-9 بار من رو کشت، دفعه 10 زدمش. بقیه باسا که همه زیر 5 بار یا فرست راند بوده یا همه زیر 5 دفعه بودن با همون فرمولی که 5 بار بازی میکنید، ولی لوبو باس سختیه و واسه اون احتمالاً یه ویدیو جدا براتون بذارم بعد اینکه بزنیمش. کلی نشستم رو باس مطالعه کردم این قصه ها. اما این 5 تا چیزی که میبینید به مرور تو مراحل مختلف بهتون میدن. یه نکته رو بدونید که هر کدوم از این 5 تا دیواین بیستی که میبینید برای یکی از کلاس‌های شما و دو تا قابلیت دارن دیواین بیستا، یا حمله میکنن به انمی ها، یعنی یه قابلیت حمله دارن که شما در واقع با دکمه فکر کنم ایکس و ایگرگ روی ایکس باکس، مربع و مثلث توی پلی استیشن، اگر رو پی سی بازی میکنید حتما کنترلر نصب کنید، بازی بدون کنترلر واقعا سخت، اگر چه میدونم پورت پی سی اینقدر بده که توصیه میکنم رو پی سی اگه بازی میکنید ساب کنید، هات فیکس بازی بیاد بعد بازی کنید، فاجعه است، سری موومنتاتون اصلا تو باگ و مسلی نگاتیو تو استیم، پی سی رو استاپ کنید بازی رو، فعلا ادامش ندید. اما دکمه ها رو دارم بهتون میگم. یه حالت دیگه هم داره که به شما و متحدینتون رو بوست میکنه، حواستون باشه تو اون حالت هم دکمه مربع و ضربه در توی پلی استیشن یا ایکس و آر رو توی ایکس باکس باید فشار بدین. هر کدوم اینا واسه یکی از اون 5 تا استاتن که در واقع برای کلاس واتر شما باید برید سراغ بخش بیس. حالا چیکار میکنه بیزه، چرا اسمشه، حالا این کلاس چیکار میکنه؟ وقتی که شما ابیلیتیش رو میزنید یه خصوصیتی که ایجاد میکنه، ابیلیتی حملش نه، ابیلیتی که بوستتون میکنه، در واقع همون دوتا دکمه مربع ضربه در یا ایکس و آر رو میزنید، میاد انچنت آیس میندازه روی شمشیرتون، یه انچنت آیسی میگیرید. خب و ببینید من الان این پایینم سمت راست سفر رو وقتی نگاه میکنید، من کوچیک بزرگم میکنم سفر رو، اون پایین ای بابا رفتم تو سیف، حالا رو صفم میذارم موقع ادیت. یه انچنتی داریم ما که شمشیرتون رو انچنت آیس میکنه، قبلا هم توی ویدیو سوم بهتون توضیح داده بودم که شما بیاد باید بیاین اینجا و اینجا یادش بگیرید که برای یاد گرفتنش باید این دوتا رو قبلش بگیرید، دوتاش هم کاربردی اتفاقا، تا برسید به این که حتما باید لولتون 12 باشه برای اینکه بتونید این رو داشته باشید. وقتی که اون ابیلیتی دیواین بیست رو میزنید، خصوصیتش اینه که شمشیر شما رو تا یه مدت زمان مشخصی انچنت یخ میندازه روش. خب این خیلی جذابش میکنه، پس شما الکی انرژی مصرف نمیکنید واسه اینکه شمشیر رو انچنت کنید. خب این اوکیه، پس دیواین بیستتون باید حواستون باشه که این باشه. اما نکته مهم قسمت بتل سته. شما نمیتونید بچه‌ها هی مدام بشینید هر دفعه هی چنج بدید، هی عوض کنید، خیلی پروسه طولانیه. وارد قسمت بتل سیت من که میشید میبینید، مثلا من برای وود لایت دف گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی اونجا جاییه که دفام زیاده، جونم زیاده، اتکای لایتنینگ هم قویه، بنابراین هر تالیسمانی که استفاده میکنم، هر سلاحی که استفاده میکنم، هر لباسی که استفاده میکنم برای لایتنینگ سیت میشه، که حالا اینو بهتون یاد میدم تو هر کلاسی جدا جدا بهتون یاد میدم. برای فایر داریم، فایر اتک نوشتم، استون اند، منظورم استون اندورنس، اتکای استون و اندورنس، پویزن میج، اتکای پویزنی که میدید و خب کسایی که میخوان میج بازی کنن یه کلاس دیگه است. ولی ببینید برای کلاس واتر سه تا بخش گذاشتم، یکی آیس شادوه که در واقع اون بخش قدرتیشه که اگه بخوام تو باس فایت ها استفاده کنم، این شماره 1 تا 5 ست شدن برای باس فایت ها. خب حالا مگه مورد خاصی باشه که اونجا عوضش میکنم. اما دو مورد دیگه هم داریم، لوت اف و لوت کیو آی. لوت اف در واقع برای بالا بردن فورتیتود شماست، مورال شما رو افزایش میده در طول بازی، گفتم ما فورتیتود مهمه، پرچما رو باید بگیریم، شما باید سعی کنید ماکسیمم تعداد پرچمای داخل بازی رو بگیرید که فکر کنم بیشترین حدی که توی لند به شما میده 20ه، حالا تو لندهای مختلف متفاوته بسته به باس فایتی که میزنید، ولی تا لند لوبو که من رفتم بیشتر از 20 نمیشده، همه که حتی من لند لوبو 19 گرفتم،
نه اینکه هر پرچمی بگیرید مثلا فورتیتودتون 25 پرچمو که میزنید فورتیتود شما همون لحظه 25 ست شه، نه اشتباه متوجه نشید، هر پرچمی یه فورتیتود مشخصی برای شما میذاره. یعنی اگه شما فایت دادید فورتیتودتون 20 برسید پرچم سوم، ممکنه بگه خب الان فورتیتود تو رو 5 ست میکنم، یعنی اگه مردی میای رو 5. خب خیلی مهمه تیکه به تیکه اینا رو گوش بدید. به حضورتون عرضم که خب این کلاس برای اینکه شما فورتیتود رو افزایش بدید یه جاهایی لوتایی پیدا میکنید، تو هر لندی هم داره، یه انمی خاصیه که شما یواشکی برید از پشت بزنینش، هم پول بهتون میده، هم کیو آی، پول منظورم کوپره، هم کیو آی میده که آیتمای آپگریدتون میره بالا. ببینید مثلا من الان لوت کوپر ندارم، باید یه دونه لوت کوپرم بسازم، حوصله نکردم سر فرصت میسازم، واقعا تو این ویدیو بخوام لوت کوپر بسازم خیلی طولانی میشه، همینجا کلی فعلا بهتون توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. یه دونم لوت کیو آی دارم که موقعی پول میخوام برای آپگرید، پولای آپگرید که کیو آی، حالا من خلاصشو گفتم، یه چیزی گنیس گنیچ کیو آی، یه اصل خاصی داره، برای اونم یه ست جدا گذاشتم. خب اصلا چجوری ستو میچینیم؟ شما کافیه که بیاید حالا هر جایی که هستید، اون کلاستون رو که کامل کردید، دیواین بیس هر چی رو که گذاشتید، میایین اینجا دکمه ایگرگ یا مثلث رو میزنید ببینید ستتون رو میاره، کانفرم کنید ست میکنه، اسم واسش میذارید و الی آخر. چه حسنی داره، شما هر موقع بخواید میتونید سویچ کنید. مثلا من الان میرم روی فایر، ببینید یهو همه استاتام عوض شد، سلاحام عوض شد، ببینید میام دوباره اینجا روی مثلا لوت اف، ببینید اپلای یس، سریع استاتا همه چی عوض میشه. خب حالا اصلا چجوری بکاریم؟ ببینید اولا که سر اسپلاش باید بدونید خب برای آب، در واقع آب چه فایده‌ای داره. شما رو حالت نرمال باید ست لوت افتون اکتیو باشه. اینجا تو تصویر لوت اف رو میبینیم که اگه میخواین چیزی یادداشت کنید یادداشت کنید، این حالت عادی بازیه، یعنی تو حالت نرمال بازی شما باید همچین چیزی داشته باشید. خب یعنی حتما سمت راستتون یه شمشیر قرمزه که این فایر 8 میخواد، ببینید فایرم 8ه و به حضورتون عرض کنم اونجا سه تا الکی دو تا آیه باحال سه تا دونه میتونم اضافه کنم، همین الان یه کاری هم میکنیم اضافه میکنیم، الکی وود من 3 الان با تغییرش بدم، حالا اونو عوض میکنیم. شمشیرتون رو میخواید، کفش رو میخواید و اونایی که هر چهار تا اینو قسمت قبلی توضیح دادم کامل که چیکار میکنن. خب حالا ممکنه بگید که آقا مثلا تو الن رینگ لاروالتیر اگه اسمشو اشتباه نگم میگرفتیم هر بار میخواستیم استت عوض کنیم اینا، نه اینجا اینطوری نیست. اینجا وقتی به هیدن ویلیج میرسید که همین الان من میخوام برم این کار رو بکنم، یه NPC اینجاست که کلی کار براتون میکنه، حالا خودتون بعدن همه کاراشو ببینید. یکی از کارهایی که انجام میده شما اینه که در لحظه براتون ریسیت میکنه، یعنی استت شما رو ریسیت میکنه، هر استتی میخواین بذارید بذارید اصلا اهمیتی نداره، استت شما رو برای شما به راحتی ریسیت میکنه. که من اینجا برای لوت کردن تو بازی میخوام استتمو الان مثلا اینو کارش ندارم، واقعا وودو هیچ احتیاجی ندارم، اینو میارم تو حالت یک و اینجا اضافه میکنم به این قسمت. خب در واقع اینجا دو تا از اون بر کم شد چون دیفالت همشون یک هست، یک و دیگه نمیتونید کم کنید، اینجا دو تا اضافه میکنم، ببینید خیلی راحت ست میشه. شما پس میایید استاتاتون رو میچینید، اما برای این استات حواستون باشه شما فایر 8 میخواید و بقیه مواردتون یک کافیه، بیشتر نباید باشه، فقط باید بذارید روی واترتون، فقط و فقط. گفتم کلاس واتر برای مخفی کاریه و تو اکسپلوریشن بازی شما هر چی بیشتر مخفی کاری بازی کنید به نفعتونه. این که از ست کردن هیچ آیتمی هم نمیخواد تا بی نهایت شما میتونید هی چنج بدین هی چنج بدین هی چنج بدین. بعد که اینو درست کردید میریم سراغ شمشیر و سلاح‌ها. برای اینکه متوجه بشید من میام روی سلاح‌ها و ببینید توی قسمتی که حالا رو فلشم روی ادیت میارم حتما که بهتون نشون بدم، اونجایی که نوشته آی منفی، ببینید سلاح‌های شما اسکیل‌های متفاوتی تو کلاس‌های مختلف دارن. شما باید برید سراغ سلاح‌هایی خب که قبل از آپگرید کردن خودتون توی واترتون و این قصه ها اسکیل واترشون 30 باشه حداقل، که وقتی لول اپ میکنید بیان رو بی یا آ وایسن. مثلا من الان آ منفیه، حالا آ مثبت که خیلی بهتره، ولی خب مثلا من الان آ منفیم، ولی میبینید آه، این آ بودن سلاح من مهمه، بقیه سلاحی مثلا این استت نداره اصلا توی واتر،
این دی منفیه، حالا آپگرید نشده ولی مثلا آپگریدش هم بکنید خیلی اتفاق خاصی نمیفته، این که اصلا نداره، این دیه. ببین هیچ کدوم از سلاحای من به درد آب نمیخوره، این میخوره، این یکی میخوره، سی منفیه، ولی آپگریدش پلاس دو تازه شده سی منفی. پس بهتره که یه چیزی بذارید که سی مثبت سی باشه حداقل، سی منفی هم نباشه، حالا سی منفی هم بود ایرادی نداره، که تو لول اپ ببینید بیاد اینجا و کجاست، حالا گمش کردم، مثل اینجا که آ منفی مثلا فکر کنم یه لول دیگه بدمش بالا، آ پلاس وامیسته، سلاحای بهترم داریم ما. همینجا هم بدونید این ستاره های بغل بچه ها تنها کاری که میکنه، رو صفحه هم بهتون نشون میدم، اون پایین ابیلیتی هایی که فعاله رو نشون میده، یعنی پلاس 3 و یعنی 3 ستاره و 4 ستاره و اینا، حالا 5 ستاره تا حالا نگرفتم، ولی اون پایین، اون قسمت پایینی که حالا رو صفحه هم باز نگاه میکنید، ابیلیتی هایی که روش داره رو بهتون نشون میده، چه ابیلیتی های خاصی میتونه داشته باشه. خب پس دقت کنید که حتما کاری که انجام میدید این باشه که سلاحی رو انتخاب کنید برای آب که کلاستون سی باشه، که تو لول اپ ها وقتی لول اپش میکنید لول صفرش سی باشه یا لول مثلا یک و دوش بی شده باشه، که شما بتونید تو لول اپ رو آ نگهش دارید، تو این لول های سنگین رو آ بیاد، خیلی کمک میکنه، قدرتش بیشتر میشه، بهتر عمل کرده، قوی تری داره. اسکیل سلاح ها برای همه کلاس ها ثابت. این پس سلاح، میریم سراغ لباس. خب اینجا رو ببینید هیچی نذاشتم به خاطر اینکه اکسپلوریشن شما تیرکمون و اینا دیگه دست خودتون، هر تیرکمون اینا میخواید بذارید کار به اون نداری. چیزای مهم رو گذاشتم، همیشه میخوام برم اینا رو ست میکنم، تیرکمون، حالا شوریکن، اینا همه چیمو ست میکنم. برای جون که ویدیو قبلی توضیح دادم چه آیتمی رو میزنید، که صد البته دو تا آیتم دیگه هم داریم، دو تا آیتم داریم که یکیش تعداد جوناتون رو زیاد میکنه، یکی قدرت جوندهی رو زیاد میکنه، که اینو الان میذارم رو صفحه اگه پیداش کردی، آیتم های سبز رنگیه، اینو بزنید قدرت جون دادنتون زیاد میشه. اون آیتم هم که ویدیو قبلی گفتم که اصلا اسمش هم هیچ کدوم یادم نیست، میدونم دراگون پراگون توش داره، سبز رنگ هم هست، اون تعداد رو زیاد میکنه، این که سر جاش، حالا بقیه چیزها رو بسته به سلیقه خودتون میچینید. اما میریم سراغ لباس ها و تالیسمان ها. ببینید من لباس هامو چطوری انتخاب میکنم و اون لباس ها رو لول اپ میکنم برای اون کلاس واتر خودم. ببین مثلا میذارم الان این ست ما ست چیه؟ لوت اف. یعنی چی؟ یعنی این ست ما قراره که فورتیتود ما رو ببره بالا. پس اگر که اسلیس داشته باشه، مخفی کاری داشته باشه، قدرت ما خوب میشه، زیاده، و اینکه بتونه کیو آی هم بده زیاد. مثلا این لباس کار خاصی نمیکنه، خب آیس اتک پاورش ولی پلاس 17 است این کلاهه، یعنی چون من تو این کلاس آیس اتک پاور دارم، امیر گلخانی هم کلا پای ثابت ویدیوی ماست، همیشه لایف میشه وسط ویدیو، به حضورتون عارضم که آیس اتک پاورش برام مهم بود گذاشتم. مثلا حالا یه نکته ممکنه همین الان بگید خب آقا اگه نداشت چیکار کنیم، یاد میدم بهتون، میتونید اضافه کنید، اونو سر فرصت میگید. این قسمت رو قشنگ بفهمید، قسمت های بعد راحتیم، کوتاهه، چون پایه‌ای دارم از بیخ میگم همه چیزو، قسمت های بعد اوکیید، این قسمت رو باز خوب دقت کنید. حالا نداشتم بهتون یاد میدم، ولی باید برید سراغ لباس هایی که هم به قول معروف 4 ستاره به بالا باشن، که ابیلیتی هاش زیاد باشه، بتونید انگوش کنید ابیلیتی ها رو. لباس های تک ستاره، دو ستاره، سه ستاره به درد نمیخورن، فقط برای بچه ها گیر، فقط 4 ستاره ها، فقط. دلیلش هم به خاطر اینه که میخواییم اینجا عوض کنیم قدرت ها رو، که بهتون یاد میدم. پس سه ستاره اینا رو راحت میدید بره، قبلا میگفتم بفروشید، الان نفروشید، اونم بهتون امروز یاد میدم. خب پس این آیس اتک پاورش برام مهم بوده. بگذاریم که مثلا مورال رنک پوینت گین هم داره. مورال رنک پوینت گین چیه؟ همون فورتیتود شماست. اگه یه لباسی داشتید که مورال رنک پوینت گین داشت، بدونید که آقا این قراره مورال شما رو ببره بالا، پس فورتیتود شما افزایش پیدا میکنه، پس این لباس خوبیه. بعدی باز مورال رنک پوینت گین داره، میبینید باز آیس اتک پاور داره. بقیه مواردش اسلیس، استیلس هم میگم، اسلیس، استیلس هم داره، مخفی کاری هم پلاس 36ه. آها لباسا چقدر خوب کارایی داره. حالا شاید فلیم اتک پاورش به کارمون نیاد، اون یکی موردش خوبه، ولی خب ما این مخفی کاری و آیس اتک پاور و مورال رنگ پوینتش به کارمون میاد، استفاده میکنیم. توی این یکی آیس اتک پاور داره، بقیه مواردش به کارمون میاد، ولی مهم اون آیس اتک پاور است. حالا دیتیل اینا اینقدر زیاده بخوام توضیح بدم تایم میبریم، خب واسه هر کلاسی بهتون بگم. اینجا خیلی باحاله، هم مورال رنگ پوینت گین داره. بس دقت کنید، من رو همه لباسام رفتم مورال رنگ پوینت رو اکتیف کردم. هم چی داره؟ هم کیو آی آپتنشن داره، که میگه پول بیشتری انمی ها میندازن.
که خب این کیو آی رو میتونید توی لوت کیو آی استفاده کنید، در واقع ست کیو آی تون. ولی خب اینجا بوده دیگه، من گذاشتم، من مورال رنکر رو میخواستم داشتم، حالا اینه که آیس اتک پاور نداره، بقیه مواردش خوب بود استفاده کردم. خب ممکنه بگید هاشم ما مثلا نداره چیز ما، لباس ما الان مورال رنک پوینت گین رو نداره، چیکار کنیم؟ حالا بهتون میگم. سر شمشیر هم دقت کنید، توی همه مواردی که داره آیس اتک پاور جزوش نیست. سه تا موردی هم که اونجا گذاشته رو میخوام، من اگه الان تازه این لول 3، اگه من شمشیر لول 4 پیدا کنم، میرم این موارد روش ست میکنم، اون موردی هم که میخوامو میذارم، چون این سه تا رو میخواستم. فلیم اتک پاور رو ممکنه بگید چرا، چون من تو کلاس فلیم هم از این استفاده میکنم، وگرنه میشد اینو عوض کرد، ولی چون استفاده میکنم گذاشتم باشه، دست نزنم تا یه لول 4 شو پیدا کنم دیگه، خیلی اذیت نکردم خودمو. حالا ممکنه بگید خب آقا الان این لباسا رو ما چجوری بدیم بالا، اونو چجوری بدیم بالا، به تالیسمانا میرسیم ها، برمیگردیم میگیم. خب این کاری نداره، اینجا یه آهنگره بچه‌ها، شما سعی کنید لباساتونو نیازی نیست بفروشید. خب انمیا رو که میکشید بهتون کوپر یا پول میده، شما حتما با کاراکتر آپگرید که آشنا شدید دیدید پول میخواید، پول زیاد میده بازی بهتون. چند تا لند اومدید جلو، ولی لند قبلی ها یه با همین آموزشی که میدم یه دونه دک لوت کوپر بچینید واسه خودتون، واسه پول در آوردن. جنساتون رو نفروشید، یعنی نیایید اینجا بزنید سیل شروع کنید فروختن، نه. میاد یه گزینه اضافه میشه اینجا بهتون به اسم سلویج. سلویج چیکار میکنه؟ میاد سلاحهای شما رو که استفاده نمی کنید. خب مثلا من خیلی وقت سلاحهای لول 1 و 2 که آپگرید نکردم رو همه رو میدم بره، حتی 3 رو به ندرت 3 نگه داشتم اگه از قبل آپگرید کرده بودم، همه رو سلویج میکنم. حتی لباسام هم همینطور، گفتم لباسا فقط 4 خوبه بقیه اوکی نیستن، همه رو میدم میره. چطوری؟ مثال الان اینجا آماده و حی و حاضر لباس گذاشته، بذار من همه لول 4 رو بندازم پشت هم، بذاریم بیام بالا. خب الان لول 4 همه پشت هم هست، میام پایین پایین، لول 4 الان همه پشت هم هست، نه بابا الان پشت هم هست دیگه، آره همه پشت هم هست الان. الان میایین پایین میبینید که خب این که نمیتونید، این دیفالت نمیشه فروختش، اینو کارش ندارم. دکمه مثلث یا ایگرگ رو میزنید، هر چی رو نمیخواید، مثلث ایگرگ، مثلث ایگرگ. ببینید اینا درسته، این مثلا پلاس 2، این پلاسیه که بدید بره. خب پلاس اگه سه ستاره پلاس 2 داشتید نگه دارید به کارتون میاد، ولی پلاس 1 و اینا همه رو مثلث یا ایگرگ بزنید. تموم که شد انتخاب کردید، روی یکیش دکمه ضربه در یا آر رو میزنید، من پلی استیشن ایکس باکس هر دو رو میگم، میزنید سالویج. یس ببینید 92 تا جوئل فرگمنت داد، که این برای این کاری که میخوایم تغییر بدیم مهمه، احتیاج داریم بهش. اه رنگ دو لیدر یه دونه داد برای لباسه، رنگ یک لیدر هم 5 تا داد، چه باحال، کلی آیتم آپگرید لباس بهمون داد. تو شمشیرها چی؟ تو اونم مثلا الان چیزی داریم چک میکنیم، فکر کنم الان درسته. ببینید اگه توی یه دکی هم یه سلاحی رو استفاده کرده باشید مثل این، گوشه پایینش، حالا فلش هم روش میزنم ببینید، یه علامت آدمک میاد اینطوری، یهو اشتباهی هم نمیفروشید اگه ست نیستون سلاح براتون. خب میام سلاحایی که نمیخوام رو، شوریکن اینا نه کارش دارید، تیرکمون و این قصه ها همه رو ببینید دونه دونه. البته تیرکمون رو نمیزنم چون تیرکمون هم ست نیستن، خطری هم تیرکمون یهو نداشته باشم، حواستون باشه همچین سوتی رو ندید. این سلاح هم استثنا چون نمیدونم کجا استفاده میشه میذارم باشه، اینو پلاس 3 کردم. خب ولی کارش ندارم، میدمش بره. خب اینم میدم بره، بقیه‌ش هم که لول 4ه، ضربه در میزنم سالویج یس، و همونطور که میبینید رنگ استیل رنگ 3 یه دونه الان گرفتم، واسه شمشیرم یه دونه مثلا اضافه پیدا شد اینجا، و رنگ 1 هم که یه دونه گرفتم. خب این سالویج کردن به شما هم کلی آیتم و چیزا میده. اما شما ممکنه بگید خب حالا اونی که میگفتی چی بود؟ اونی که میگفتم اینه، مثلا بذاریم ما یه دونه رو امتحانی سلاحی که استفاده نمی کنیم رو انتخاب کنیم، مثلا این. خب بذاریم یه دونه که باید چون اکویپ باشه بعد انگشتش کنیم، بذار چیز میکنم ایراد نداره دوباره میذارم، مثلا میام روی ببخشید از سلویج میاد بیرون، از حواسم نبود عذر میخوام، از سلویج میاد بیرون، میاد گزینه دوم امبدمنت، میاد اینجا
و میایید مثلا روی یه لباس ها اینجا میشه حالا اون چیزی که میخواید. مثلا من اینو استفاده اینو که یه دونه است ها، این مثلا استفادهم نمیکنم. روی ضربه در که میزنید یا آ، یه گزینه‌ای داره به اسم choose embedding slot، میزنید روش. ببینید ما اینجا چون پلاس 4 میبینید ما 5 تا دونه ابیلیتی مختلف داریم. اولین نکته اون ابیلیتی هایی که مربعش کامله و مربع رو میبینید وسطش دایره است، اینا نمیتونید تغییر بدید، قرمز هم هست، یعنی میرید روش قرمز. اونایی رو میتونید تغییر بدید که سفیدن. حالا مثلا میگیم خب آقا ما از این چیز، از این کلاس مثلا آیس رزیستنس این لباس رو نمیخوایم، خب و میخوایم این لباس رو فرزن استفاده کردید واسه یه چی؟ واسه فورتیتودتون، در واقع همون سلاح اصلی که واسه عادی تو منطقه گشتن و لوت کردن و اکسپلور داشتم الان بهتون یاد میدادم. رو این میزنید میگید بله من اینو میخوام ریموف کنم، ریموف میشه میره. میگه خب چی بذارم به جاش؟ روش میزنید. حالا هر چی رو تا الان گرفتید بچه ها اینجاست، ببینید هر چی ابیلیتی گرفتید ابیلیتی ها همه اینجا، در واقع امبدمنت هاتون اینجا. خب ما چه امبدمنتی میخواستیم؟ میریم سراغش. امبدمنت البته امبدمنتی که میخوایم ما استفاده میکنیم. خب بریم سراغش ببینیم چه امبدمنتی میخوایم. امبدمنتی که میخوایم مورال رنگ پوینتس گین، ببینید یه مورال رنگ پوینتس گین داریم ما اینجا. سمت راست رو ببینید، گفته برای اینکه این کارو بخوای انجام بدی 3000 تا کوپر میگیرم ازت، 10 تا دونم جوئل فرگمنت ازت میگیرم. پس فهمیدی چرا سلاح‌ها رو سالویج میکنیم؟ که اینجا این جوئل فرگمنت ها رو داشته باشیم بتونیم راحت عوض کنیم. من اینو میزنم و یس میکنم. میبینید الان لباس من یه گزینه جدید داره، مورال رنگ پوینتس گین، و اینطوری واسه همه لباساتون واسه اون استاتی که احتیاج ندارید اینو ست میکنید. خب و الان میای بیرون دیگه. خیلی خب این ست شد. پس ست کردن رو یاد گرفتید برای شمشیر، در واقع برای سلاحتون یا برای لباستون کامل یاد گرفتید. خب حالا کاری که انجام میدید، بزنم عوض که نشده که لباسم که نه، درسته همه چی سر جاش. خب اینا هم رو کامل کردید، دیگه چی میمونه؟ دیگه میمونه این دوتا که در واقع تالیسمان های شما. ببین من یه تالیسمانی گذاشتم که مورال رنگ پوینت گین داره، پس بگردید تو تالیسماناتون. تالیسمانا رو بچه ها به هیچ وجه سلویج نکنید اصلا و ابدا، سراغ عوض کردنش رو اینام نمیخواد برید، اینا رو نگه دارید. تالیسمان هر چی داد نگه دارید، به کارتون میاد. بگم این تالیسمان من لیول 1ه، آره ببینید 1 ستاره هم هست ولی خوبه، حالا 2 ستاره 3 ستاره اینو پیدا کردم استفاده میکنم. ببینید مورال رنگ پوینت گین 2.9% میده. توی این یکی درسته که مورال رنگ پوینت نداره خب، ولی یه گزینه داره به اسم کوپر آپتنشن. میبینید کوپر آپتنشن چیکار میکنه؟ کوپر آپتنشن این در واقع پول بیشتری میده، نه پولی که برای آپگریده ها، کوپر همینایی که ما استفاده میکنیم توی خرید و فروش. گفتم آقا جنساتون رو نفروشین. حالا اگه بخوام میتونم بیام روی اینم در واقع اون چیزی که میخوامو بذارم. حالا تستم نکردیم، یه بار البته تست کردم روی تالیسمانا نمیشد، شادم میشده. بذاریم ببینیم. بیایم روی امبدمنت، بیایم روی تالیسمانا و تالیسمانی که استفاده میکنیم اینه. نه نداره اصلا. رو تالیسمانا مثل این که نمیتونید عوض کنید، فقط رو لباس و رو سلاح هاست. اوکی پس همه تالیسماناتون رو نگه دارید. اوکی تالیسماناتون هم میذارید، تالیسمان هایی رو انتخاب کنید اگه ندارید که روی چی فعال باشه، مورال رنگ پوینت گینتون فعال باشه. این و ببینید شما حل تو این کلاس آیس اتک پاور مهمه، از همه مهمتر مورال رنگ پوینت گینه که خیلی مهمه، و استیلز مخفی کاریتون، اینا خیلی مهمن تو سلاح ها و لباس ها حتما استفاده بشه و به شدت کاربردیه. حالا همین قضیه رو بذارید من همینجا اصلا توضیح بدم. همین قضیه ببینید بالا نوشته جنیون، حالا درست نمیدونم چجوری میخوان، جنیون خونده میشه، جنوین خونده میشه، من بهش میگم QI. این QI obtention در واقع چیکار میکنه؟ کاری که انجام میده چیز شما رو میبره بالا، فورتیتود شما رو میبره بالا. در واقع QI obtention هم مهمه وقتی که میخواید، میگم فورتیتود شما رو میبره بالا، پولی که برای لول اپتونه میبره بالا.
پس اگر خواستید پول لیول اپ بگیرید، کل ستتون به جای مورال رنگ پوینت گین باید چی باشه؟ کیو آی ابتنشن باشه. اگر که خواستید فورتیتود ببرید بالا، مورال رنگ پوینتس گین باشه. اگر خواستید کوپر بگیرید، کوپر ابتنشنتون باید بالا باشه. هر کدوم چیکار میکنن؟ یکیشون پولیه که تو آپگرید ها استفاده میکنید، یکی پولیه که تو آپگرید و لیول اپ خودتونه نه سلاح‌ها، یکیتونم که در واقع فورتیتود داخل بازیتونه. و همینطور که میبینید من الان واسه کوپر ندارم، ولی دقیقا ست چیدم برای لوت کیو آی و لوت فورتیتود. لوت کوپر رو هنوز نچیدم، حالا با سر فرصت بچینم. یه دونم اضافه دارم واسه باسفایته که اینجا بیشتر قدرت رو میگیرم از در واقع کرکترم، که حالا این چیزی که میبینید اینجا خیلی اهمیت داره توضیح بدم چرا اینجا رو آوردم. اونم اینه بچه ها، تمام 5 تا ستی که برای باس فایت میچینید باید حتما وود 3 داشته باشه. چرا؟ اون تبره چیه؟ داسه، داس پلاس سبز رو میبینید؟ کار این چیه؟ شمشیر ضربه کشته شبیه داس شده. کار این چیه؟ کار این در واقع اینه، من بیام اینجا بهتون نشون بدم. ببینید توی کلاس وود شما یه گزینه ای دارید که اینجاست و 3 تا دونه هم لول میخواد، یعنی حتما باید لول وودتون 3 شده باشه قابل استفاده باشه. این کاری که انجام میده برای یه مدت کوتاه، شما وقتی به انمی ضربه میزنید، یعنی هر دمیجی که میدید جونتون رو پر میکنه. و خیلی وقتا پیش میاد توی باس فایت ها شما جوناتون تموم شده، خب، یا مثلا باس رو استان کردید میخواید بهش ضربه بزنید و نمیخواید از جونتون استفاده کنید، سریع اینو اکتیو میکنید، شروع میکنید باس ضربه زدن و این کمک میکنه به شما که چیکار کنید بدونی که از جونتون استفاده کنید جون خودتون رو ببرید بالا و تو باس فایت ها قطعا بهش احتیاج پیدا میکنید. به همین دلیل هم هست که همه یه کلاس ها یه وود 3 دارن. الان شما بیایید توی بتل ست های من نگاه کنید، خود بتل ست وود و فاکتور میگیریم که بای دیفالت وودش 3 هست، بقیه همه حتما وود 3 باید داشته باشن. ببینید خب، ببینید همشون وود 3 دارن، خب همه. این دوتا آخری نمیخواد، چون باس فایت که انجام نمیدین، که دارید با انمی عادی میجنگید، تو محیط بازی 500 تا پرچم سیو دارید، اینا باید وود 3 شو بردارید. حالا فهمیدید چرا گفتم من وود 3 میخوام بردارم؟ حالا نمیدونم رو لوت اف بودم، رو کدوم ستم بودم؟ حالا روی لوتی، روی ستی بودید. بذار من چون نمیدونم رو کدوم ستم بودم ست اکتیو کنم. خب من الان میخوام لوت اف و لوت کیو آی امو که احتیاجی به اون داس نداره وود 3 رو بردارم و بذارم اون طرف، روی در واقع وودم قرار بدم. دقت کنید تو 5 تا کلاس باس فایت فقط اون کلاس خودتون میره بالا و وودتون. ببینید تو همه اینا همینطوریه، بقیه یکن، کلاسمون رفته تا مکس بالا یه وود 3 داره که استثناش خود کلاس ووده، که چون خودش ووده دیگه همون ستا هم اونجا سوار شده، واسه همین ووده اینجا همونطوری که میبینید 3 هست. حالا من الان احتیاج دارم که این دوتا رو درست کنم، میگم اینجا اپلای کن، اوکی اینو اپلای کرد. حالا میام اینجا پیش این، هر از گاهی که خیلی زیاد هر موقع میایید اینجا احتیاج دارید به عوض کردنه. حالا بهتونم توضیح میدم، ممکنه بگید هاشم مثلا ما الان سر لول اپ و اینا به مشکل نخوریم قبل باس فایت، اون نکته هم بهتون میگم. میام ریسیت، اینو واقعا احتیاج نداریم، میذاریم اینجا و تمام. وقتی هم که تمام شد حتما باید بیاین اینجا سیف کنید. بدونید بچه‌ها این بعد این ست، این چیزایی که ست می‌کنید وقتی لول اپ می‌کنید لول اپاتون رو در نظر نمیگیره، واسه همینه که من الان بیام روی اینجا. ببینید کماکان 3 چوب من سر جاشه، من اگه دکمه مثلث یا ایگرگ رو بزنم، ببینید 3 تا کم میشه اون طرف، در واقع 2 تا کم میشه، 2 تا اونور اضافه میشه. باید بیاین اینجا ست کنید و اپلای هم نکنید، سیف کنید. یس اوکی، لوت ما درست شد. الان چیه ما خرابه؟ لوت افمون درسته، لوت کیو آیمون مشکل داره. اپلای میکنیم، بیریم پیش باس اینجا و همونطوری که میبینید میزنیم ریست، کم میکنیم، اینو زیاد میکنیم، ایزی و همین سادگی. خب و برمیگردیم سیف میکنیم اینو. خب باتل پریپریشن، اوکی
ست و دیگه چی احتیاج داریم؟ دیگه لوت هم بیاییم اینجا و قبلش ستشو بیاریم. اوکی این ست شد سیف. ای بابا خب سیف و یس. خب حالا ممکنه بگین هاشم گیم پلی ببینیم ازت، چون میخواییم سریع ویدیو رو ببندیم، ویدیو خیلی طولانی شد و از اون طرف هم ممکنه بعضی ها میخوان برن جلوتر، واکتور رو هم قرار نیست بذاریم، میخوام سریع رد شه میریم سراغ همون لند دو که خیلیاتون دیدین و من یه پرچم رو یادم رفت و قسمت قبلی بهتون نشون بدم، تو این قسمت میرم برش میدارم، میریم سراغ قسمت دوم بازی. بنابراین الان که میخوام بازی کنم باید رو لوت اف ست باشم، درسته؟ میام لوت اف امو اپلای میکنم، یس میکنم، لوت اف ام اپلای شد، اوکیه. باس فایت چیزی هم که ندارم، میام اینجا فاست راول. همینجا بهتون بگم بچه ها ممکنه پشت باس فایت باشید، فورتیتودتون هم 25 باشه، کلی هم لول اپ کرده باشید، میخوایم بیاین اینجا بتل ست عوض کنید. نترسید، راحت هر جایی که هستید شما فست راول بکنید فورتیتودتون نمیپره. وقتی یه لندی رو تموم میکنید فورتیتود اون لندتون صفر میشه. تا قبلی که یه لندی رو تموم نکنید کنار اون پرچم آخری که بودید و در واقع کنار همونجا با همون فورتیتودتون هستید. خب من لند دو رو تموم کردم، پس میرم الان فورتیتودم صفر میشه، فورتی تودم صفر میشه، سخت تلفظش. بریم سراغ لند دو و اول اینجا، اینجاست لند یک بود، نه لند دو بود، لند دو بود و اینجاست در واقع. خب میخوایم خیلی سریع بریم به سراغ بازی، خیلی هم طبیعتاً چون لول اپ شدم و اینا قدرتم زیاده اینجا و خیلی سریع جلو میریم، ولی چون میخوام کلاس رو یاد بگیرید خصوصیت های کلاس رو میگم که قشنگ دستتون باشه. پس من سه تا حالت رو گفتم، تو باس فایت هم میذاریم رو حالتی که برای باس فایته. واسه بلوت فورتیتودمون رو ست میکنیم چون کیو آی رو احتیاج نداریم برای لول اپمون، میخوایم سریع فورتیتودمون بره بالا و بریم سراغ بازی. دوربینم هم گذاشتم اینو که همه چیز مشخص باشه براتون. بازی اینجا شروع میشه. خب بریم سریع بریم جلو. تایگر سیل، حالا تایگر سیل هم بهتون میگم، الان تایگر سیل بزن الان بهتون یاد بدم. بچه ها تایگر سیل اصلا سیو بغلمون هست میتونیم توضیح بدیم. ببینید بچه ها تایگر سیل چیه؟ شما یه گزینه ای دارید به اسم رینفورسمنت. وقتی کلی متحد داشته باشید تو بازی به مرور زمان یه سری آدم براتون اضافه میشن که واسه هر لندی هم یه تعدادی باشن. اینجا واسه تو ساو ساو باز نیست چون هنوز ندیدینش. اونایی که افسانه سه برادر رو میدیدن ساو ساو، چه میدونم شانکوی، کوانگیو اگه اسمشون اشتباه نگم، لیوبه، همه بهتون اضافه میشن. ولی کلا اینو بدونید که هر ام پی سی که باهاتونه هر چی بیشتر باهاتون بازی کنه، یعنی هر چی یه لندو هی تکرار بکنید، مثلا من ببینید الان سورن برادر شدم باهاش، لولم اینطوری رفته بالا چسبیده به این. البته شما اون قسمت می نوشته کاپ اف کوردیالیتی، کاپ اف کوردیالیتی هم لول ام پی سی تون رو زیاد میکنه اگه ام پی سی رو دوست دارید، که میبینید تو کلاس ارث هم هست، تو کلاس زمینه، کلاسی که بازی میکنه میتونید بهش کاپ اف کوردیالیتی بدید. اگه قبل باس فایت خواستید بجز اون ام پی سی که باهاتونه یه ام پی سی اضافه کنید که ما تو این باس فایت اضافه میکنیم که شما ببینید، از تایگر سیل استفاده میکنید. حالا واسه چیزم شده بهتون نشون میدم. حالا کسی رو اضافه نمیکنیم، چرا؟ چون قراره که ژاویون رو به زودی جلوتر ببینیم، الکی چیزی مصرف نمیکنیم براش. این تایگر سیل رو بهتون گفتم استفادهش کجاست و بریم سراغ باز. اینا هم خراب کنید، بعضی وقتا زیرش آیتم هست. خب ببینید اینجا گفتونمون یک شد، اینجا کانسیل میشه، کانسیل میشه که قطعا دیدید خیلی هاتون، اینجا جاویون با اون میاد سیشون این جلوتا، اینجا یک کفریزی که قطعا قرار نزد چیز بزنه بیا قرمزه تو کن بعد یه فکرم که بهتون گفتم چقدر کار بردیه. خب من واسه اون چیه لود بعضی موقع میدید دراپ میخوره تصویر فنی گرافی مشکل داره بازی، من چرا دارم اینجا میدن خب فرمودم سریع بره بالا. اینقدر کلاس بود مخفی کاری شما خوب میشه که حتی اندازه نداره. خب حتما حواستون بود دیگه اینجا بخش لوته که ما قطعا باز استفاده میکنیم، ولی لوت دیگه نمیکنیم الان نیست که بزار همه چیم اینا رو من میکشم که فورتیتودم بیاد بالا. اینجا اینو برم برم اینجا
کمو برمی داریم. آها یادم رفت کارم. آخ حواسم نبود تیم کمو که دیولپ کردم انداختم خوشحالا. اینو گذاشتم. باز کنیم. ببین کلاس فوت خود به خود این فوت واسه خود به خود بالا بردن چیز شما کمک میکنه. بالا بردن شوزی بولتون هست کنم که شلیکای رانیتون رو زیاد کنه. اینجا الان فقط کلاس قدرتمون اکتیو نریشم. ولی خب مخفی کاری کار میکنه. آروم نزدیک میشه بده که ما رو ببینه و همین سادگی میکشه. حالا این یکی این رو میکشه خیلی راحت. این رو کامل کشتیم. خب اینجا یه نفر تو اتاق داره ما رو سورپرایز کنه. خب سریع بزنیمش. فقط شمشیرمون اکتیو بشه. شمشیر اکتیو میکنیم. قبل که گلخش میزنیمش راحت. که البته اینجا شما هم ببینید. اینجا شما چیزام دارید. یه پرچم اینجا دارید که فکر کنم تو ویدیو آموزشی بهتون نشون ندادم. یکی این بود و فکر کنم نگفتم بهتون یادم رفته نمیدونم شاید هم گفتم یادم نیست ولی فکر کنم اینو بهتون نگفتم حالا این شمشیر رو یاد دادم یه آیتم اینجا بود اوکی میریم سمت راست اون طرف اصلا نمیریم این طرفی یه اینجا بیگه چی کار نداریم خب آروم نزدیک میشه نمیدونید خب میدونید این هم رو بزنیم این اتاقم هیچ گفتی نیست بلش ما اینجا این دوتا رو دلتیم گفتم اول از همه سمت راستی آیتم ها رو بر میداریم یه آیتم ها اینجاست وای 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 افتادی خب شما بزنیم اصلا حواسم نبود خب این هم بلندشه این مرم نپرید من پرچم اینجا یادم رفت بهتون نشون بدم الان نشون میدم بهتون زی آیتم اینجا مردنم خب بعد این بالا این پشت سنگ هم میزنیم میفاید بخوریم اینجا میاید اینجا کسی نیست با اینکه حالا میتونید صحبت کنید راجع به اینجا حرف میزنه اینجا یه لوت داره بر میدارید و حالا پرچمی که من یادم رفت بهتون بگم کجا بود اینجاست بچه اینجاست اینجا رو من یادم رفت اون روز براتون بیام یه پرچم اینجا دارید ستش میکنید ببینید الان این پرچم رو من گذاشتم تا چند اومد فورتیتود بالا میگه که تا 5 یعنی الان بمیرم تا 5 ست خب یکی اینجاست که مهمه یکی دیگه اینجاست یه دونه دیگه اینجا داریم تا چند اومد تا 6 میبینید یه دونه فورتیتوده میاد بالا میبینید یه فورتیتوده داره بهتر و بهتر میشه خب در باز میکنیم آه اینجا که نمیخواستیم داریم اینجا میخواستیم داریم همونتون که یادتونه اینجا باید این محبت حتیتمو میاد بالا بزنید بیاد بالا خب اینجا کشت خب حالا ما الان پایین کار داریم سه تا فورتیتودمون رفته رسیده به 8 سه تا از آیتمون فعاله اینو میزنیم با حرف هم میزنیم با همینو میریم پایین وان شات به همین سادگی و به همین خوشمزگی اینجا که هیچی نیست اینجا یه آیتمه و برمیگردیم خب الان ببینید هنوز مخفی کاری ما فعال نیست یه نفر از اون ور قرار شما رو ببینه خب حواستون باشه که اگر که مثلا با تیر کمون رو بزنید راحت تری دیگه اذیتش نمی‌کنید خیلی راحت با تیر کمون اینو می‌زنید می‌کنید آیتم اینجا رو برمی‌دارید و آیتم رو رد کردید دیگه با اون چیزی که مسئله کردید آیتم اینجا گذاشتید بس آها این مال جونه که الان جونه بود چه خاص یه دونه تیر کمون اینجا بود از دست شما شدیم خلاص شدیم یه دونه اینجاست بچه‌ها آروم میای خوب دقت کنید آروم میای آروم بشن بکشید اینا خلاص شد یه آیتم اینجا واسه فکر کنم تیر کمون رو اشتباه نکنم عالی رو کنار برو کنار خب حالا کسی که سراغ داریم اینه این الان موزله ماست موزله اصلی نشونه خب شما اگه بخواید نزدیک بشید مسکو شما رو میبینه ما چیکار می‌کنیم لوح مال سه دور می‌چرخیم دور سرمون اینجا حالا پرچم رو می‌خوام بیارم براتون این پرچم اینجا آخریه میای اینو می‌زنی اینا رو می‌زنی خب اینا رو می‌زنیم خب من قرچی بود برداشتیم به چیز نداره یه جواز که باز میکنیم یه دونه اسلیس اینه خب اینجا هم که خون قبلی هاست اینا رو رفتیم همه رو این خونه رو فکر کنم نرفتیم تا اینکه مثلا چیزی بشم خب میریم سیدان رو بکنیم فکر کنم الان یه دو ده ست میشیم چند ست میشیم روی آه این پشت آیتم یادتون بشه بردارید یه سگ هم همین پشته بیم هشته برشیشه معلومه سر سرش هم میاد میکشیدش آیتم رو بر میداریم آیتم رو بر میداریم اینو میاد راحت سه تا دونه سه تا رو راحت میکشید خب این هم که برداشتیم اینجا یه آیتم اینجا رو زمینه دیگه اینجا هیچی نیست میاین تا برسیم اینجا اینجا که اون اسکله محل نمیدیم حالا اینجا بچه ها قدری که برید نگاه کنید من مخفی کاری رو میزنم کفش هم میزنم خلاص پرچم بعد اینجا دیگه ده شدیم دیگه بعد رو ده برامون سکه فرصت ما 12 است اگه بمیریم نمیدیم ده بشه خب اینا انجام دادیم الان چیکار داریم الان یه نفر اون ته سری قبلی بهتون یاد دادم چجوری
ایزی. اینجا یه آیتم اینجا رو برمیداری، یه نفر رو ته داری. آیتمش رو برمیداریم اینجا و چمچم یه آیتم رو خب الان باست اون طرف بوده دیگه، الان وقتشه که بریم یه شورت پات هم بزنیم واسه پاس فایت هم اوکی باشه. یه پرچم دیگه هم داریم برای گرفتن اینجا، یکی از اونها که پشتم آیتم انداخته برنداشت. آه این آیت بابا هر دفعه میان پشت. خب سیف میکنیم یه واسه میلی باس فایت قبلش هم راحت میکشیم اینا رو و 14 شده هم خونتی تو دمون خوبه. اینجا که میان بچه ها باید یکی یکی اینها رو بزنید. چرا؟ تو من را عذیتتون کنم. ببینید من تو این حالت میام میکشم اینم که چرخ رفت و تقوم مرد. حالا مهم نیست، آیتم رو برمیدارم و تمام. خب بریم واسه باسه اینجا، من میریم واسه باید نیست. ببینید چقدر توی بالا رفتن کیوهای تاثیر داشته. میان یه نشونه میدینیم آقا رو میکشین، میان هم یه پایین این پایین باش وایت بگیر کسی هم نیست. خودم واسه باس وایت آماده میکنیم. ایشون هم مرد. حتی بگم تو این باس وایت با این ممکنه بگید که باشه چیزا سیت باس وایت رو برنامه باشه درست میگید، باید بزنی این مینی باس وایت زدن هم اون سیت رو برداریم چون ممکنه نیاز بشه. ولی حالا نکردم دیگه شما ببخشید. خب اینم این یکی و چون باس فایت اینجا فکر کنم 15 این میاد فورتیتود شما تا 13 اینطوری بالا میاره و شما خیلی راحت تا 13 بالا میبرید آماده باس فایت بشید. خب پس 13 رو دارید، باس فایت بچا 15 یعنی همونجا همین مارک ایون نیاز نداره، ولی میتونید همینجا قبلی که بیاید باس فایت یکی دو بالا یکی دو بالا فنا یاد بدم بدید فورتیتود 25 کنید باس فایت. حالا حتما همینجوری میگید باس فایت. خب حالا میخواستم رینفورسمنت رو بهتون یاد بدم. من الان سیو کنم رینفورسمنت رو بزنم کسی دیگه ای داشته باشم، ولی میخوام یه نفر دیگه باهم باشه. اینجا یه دونه تایگر سیل میزنم، اصلا میخوام همراه خودم نمیخوام، مثلا جاویو رو نمیخوام، به جاش دو نفر دیگه میارم. ولی هر موقع میخوام یکی رو بیارم یه تایگر سیل کم میکنه. اینجا چرا بهتون نمیده؟ خب چون ام پی سی باهاتون نیست، مرور ام پی سی مختلفو میگید و هر چند باشون بازی کنید لول اپ میشن و قدرتشون هم بیشتر میشه. آیتمش هم که بتون توضیح بدم چجوری لول اپ کنید. آ اینم رو بذارید یه دفعه چیز کنم، مثلا 18 تا فوتو دادم کردم با فوتو 18 تا واسه خوبیه. آ یه چیزی یادم اومد قبل واسه خوب شد یادمون اومد دیگه، اینا رو نمیزنیم. ولی باتل ست، باتل ست ما قراره بریم به قول معروف فایت بدیم با طرف. ببینید حالا کسی که باهاش داریم میریم حمله میکنیم، خب باید ببینید مثلا شما چه جوری میخواهید باهاش فایت بدید، یعنی اون استایل فایتتون رو مشخص کنید الان که تو کدوم یک از کلاس ها میخواهید باشه، خب کدوم قوی ترتون میکنه، کدوم بیشتر به کارتون میاد. این دیگه دست خودتونه که قراره من بعدن یاد بدم شما به راحتی از اینا استفاده کنید. و خب تا اینجا هم دیواین بیست ندارید، من اگه مثلا تو اتک دیواین بیست زدم هم تعجب نکنید، ولی من قراره برم سراغ ست آیس شادو خودم در واقع که آیس شادو واسه باس فایت میخوام استفاده کنم. این اسپلایی هم که میبینید با خودم دارم و قراره با اینا برم تو باس فایت. اپلای میکنم یس و میریم توی باس فایت. خب بریم ببینیم تو باس فایت چه خبره. ما فورتیتود 18 اون سری من با 25 رفتم، این دفعه با 18 داریم میریم. خب این بیاد ببینید من اینقدر کشتم الان چیزم اکتیوه. میریم تو باس فایت، من درجا میخوام چیزمو بزنم، پس من همینجا این رو اکتیو میکنم میریم تو باس فایت. تو باس فایت ببینید الان مثلا من میخوام بهتون دیواین بیست رو یاد بدم، شما ندارید تا اینجا دیواین بیست رو، جلوتر ولی یاد میگیرید. خط ما پر شد. حالا با یه ماجیکی دیدی چقدر جونش رو سریع کم کردم.
در حالت این ماجیک بچه لول 40 میخواد اینی که زدم روش الان و اسپل همین کلاسه دیگه، نیازی به خیلی فوق خواستم دیگه هم حوصله فایت و دفلکت کردن نداشتم، نمی اومد، هی میخواستم دفلکت کنم که قسمت نشد. خب در اصل میاد اینجا باس رو میکشید و اون دیواینه هم میگیرید و این هم از اینو که حالا اینجا هم که میرسید چند فورتیتود 15 اینجا ست شده برام. خب که ما همیشه یادمون باشه هر دفعه اینجا رو تمام کردیم میام اینجا آیتم لول اپ اینجا رو برمی‌داریم. البته آهنگر رو چون دیگه داریم دیگه این آهنگری اینجا برام مهم نیست. خب من برگردم بیام ویلیج، برگردیم ویلیج و ویدیو رو ببندیم. آقا این توضیح کلی بود برای بیام آدر ویلیج. یس این توضیح کلی بود برای بچه‌هایی که به قول معروف سوال داشتن که استاتا چطوری کار میکنه برای کلاس آب. کلاس آب رو توضیح دادم، سه تا حالت برای باس فایت و دو حالتی که برای لوت پولی برای چی میگن آپگرید خودتون، لول اپ خودتون و بالا بردن فورتیتودتون هم بهتون نشون دادم. این هیدن ویلیج هم که بهش میرسید بچا کلی ام پی سی ان اینجا که هر کدوم ساید میشنای باحالی دارن، واقعا هیچ هیدنی هم نداره، شانسی باید آیتماشون رو پیدا کنید. خب ولی من یه سریاشون رو میدونم، اگه ویدیوهای ولانگ دیدم خیلی استقبال میشه سراغ ام پی سی ها و ماموریت فریاشون هم میریم. و تنها چیزی که میتونم بهتون بگم امیدوارم که این ویدیو انقدر دوست داشته باشید و دوست داشته باشید بقیه استاتا هم رو با همین دیتیل بهتون بگم. یه نکته، کلی دیتیل امروز گفتم که تو قسمت بعدی ها نمیگم و ارجاعتون میدم اینجا، ویدیو بعدی ها قطعا کوتاه‌تره. تکرارم نمی کنم، اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید و قسم اول گیر کرد، شاید اینجا رو کات نکردم، حوصله ندارم این تیکر رو واقعا، شاید هم کات کردم، خندم گرفته. آقا اگر که تا اینجای ویدیو رو دیدید و قسمت اول، یعنی پارت نه قسمت اول، اوایل این ویدیو رو ندیدید، اون صحبت‌های اولی ویدیو مهمه، خواهش می‌کنم برید کامل گوش بدید، خیلی اهمیت داره. اونی هم که گوش دادید دمتون گرم، ساپورت کنید ان شاءالله که دیده بشه و قسمت‌های بعدی هم داشته باشیم. عاشقتونم، چاکرم، فعلا خدافظ.